سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوام در مورد آنتی هیستامین دکنجستان باهاتون صحبت بکنم و اطلاعاتی رو در مورد این دارو باهاتون به اشتراک بذارم. هیستامین یکی از مهمترین واسطه های شیمیایی آزاد شده در بدنه که عملکردهای متفاوت و مهمی داره. فرایند آزاد شدن هیستامین به عنوان بخشی از پاسخ ایمنی فرد به پاتوژن‌های خارجیه که توسط سلول‌های ایمنی بدن تولید میشه و میتونه باعث بروز علائمی مثل خارش چشم، خارش بینی و گلو، اشک‌ریزی، آبریزش بینی، عطسه و غیره بشه. معمولاً از آنتی هیستامین‌ها مثل کلورفنیرامین و دیفنهیدرامین و سیتریزین و غیره در حساسیت‌ها، التهاب و اثر گرد و خاک و ریزگردها و بیماری‌های ویروسی تنفسی مثل سرماخوردگی استفاده میشه. این دارو ترکیبی از کلورفنیرامین، فنیل افرین، فنیل پروپانول آمین هستش که برای تسکین موقت علائم ناشی از سرماخوردگی، آنفولانزا، آلرژی و سایر بیماری‌های تنفسی استفاده میشه. همچنین به دلیل وجود فنیل افرین که یک ضد احتقان هستش به تسکین علائم گرفتگی بینی و احتقان گوش کمک میکنه. اشکال داروی آنتی هیستامین دکنجستان به شکل قرص و کپسول هایی که حاوی کلورفنیرامین 4 میلی گرم و فنیل افرین هیدروکلوراید 10 میلی گرم هستش که در داروخانه های کشور و بدون نیاز به نسخه میتونید تهیهش بکنید. مقدار مصرف در بزرگسالان 1-2 قرص هر 4-6 ساعت میتونه مصرف بشه و در کودکان بالای 12 سال 1 قرص هر 4-6 ساعت میتونه مورد استفاده قرار بگیره. توجه بکنید که مصرف این دارو در کودکان زیر 6 سال و افراد مسن حتما باید تحت نظارت پزشک انجام بشه. توصیه های مصرف جهت کاهش تحریکات گوارشی این دارو رو حتما همراه با آب، غذا یا شیر مصرف بکنید. استفاده طولانی مدت از این دارو میتونه وابستگی ایجاد بکنه. از مصرف این دارو با الکل و فراورده های الکلی خودداری بکنید و به دلیل خواب‌آور بودن این دارو از رانندگی و کار با ابزاراتی که نیاز به تمرکز بالایی دارن خودداری بکنید. عوارض جانبی عوارضی مثل خواب‌آلودگی، سرگیجه، خشکی دهان، بینی و گلو، سردرد، ناراحتی معده، یبوست و مشکلات خواب ممکن در اثر مصرف این دارو برای فرد مصرف کننده رخ بده. اگر هر یک از این حالات برای شما باقی بمونه یا بدتر بشه باید فوراً به پزشک مراجعه بکنید. تداخل‌های دارویی داروهایی مثل داروهای ضد فشار خون، سیترات‌ها، لوودوپا، نیترات‌ها و هورمون‌های تیروئیدی میتونن با آنتی هیستامین تداخل داشته باشن. به همین دلیل از مصرف همزمان این داروها با هم خودداری بکنید. مصرف این دارو در زمان بارداری جزء رده‌بندی C قرار میگیره و مصرف این دارو در دوران بارداری باید تحت نظارت پزشک انجام بشه. این دارو درون شیر مادر ترشح میشه، به همین دلیل از مصرف اون در زمان شیردهی خودداری بکنید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اینجا براتون یک ویدیو پیشنهادی گذاشتم و اگه سوالی در مورد این ویدیو یا ویدیوهای دیگه داشتید اینجا کامنت بکنید، من در سری وقت بهش جواب میدم.